بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت حضرت عیسی ابن مریم، کلمه خدا و پیامبر رحمت را به پیروان ادیان ابراهیمی، به ویژه پیروان حضرت مسیح و مردم انگلستان تبریک عرض میکنم. خدای متعال همه عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای خودش. استعداد رسیدن به قله کمال انسانی را در وجود همه انسان‌ها قرار داد. از نوع بشر خواست تا با تلاش و مجاهدت حرکت کند، هم در این دنیا زندگی سعادتمند را برپا بکند و هم زندگی جاوید و ابدی آخرت را برای خودش بسازد. در این مسیر سخت و طولانی رسیدن از خاک تا خدا، او انسان رو تنها نگذاشت. برجستگانی از بهترین خلق خودش، پیامبران را برای هدایت انسان فرو فرستاد. شعار همه پیامبران دعوت به خداپرستی، عشق و برادری و برپایی عدالت و عشق در زندگی جامعه بشری است و حضرت عیسی ابن مریم پرچمدار عدالت خواهی و عشق به مردم و مبارزه با ظلم و تبعیض و بیعدالتی است. همه مشکلات بشر در طول تاریخ به دلیل دوری از این پیام پیامبران و تبعیت از شیاطین است. امروز هم که جامعه بشری با مشکلات فراوان و بحرانهای پی در پی و بسیار پیچیده مواجه است، علت و ریشه را باید در جدایی او، به خصوص دوری برخی از دولتها و قدرتمندان از تعلیمات پیامبران الهی، به خصوص حضرت مسیح دانست. بحران‌های اجتماعی، بحران خانواده، بحران اخلاقی، بحران سیاسی و امنیتی و بحران اقتصادی که عرصه زندگی رو بر بشریت تنگ کرده و فشارهای زیادی رو بر ملت‌های گوناگون وارد می‌کنه، همه ناشی از فراموش کردن پیامبران، فراموش کردن خدا و قطع ارتباط برخی از حاکمان با آسمان است. امروز اگر حضرت مسیح حاضر بود، بدون تردید در کنار ملت‌ها و در مقابل قدرت‌های زورگو و بداخلاق و توسعه طلب قرار داشت. امروز اگر حضرت مسیح بود، بدون تردید پرچم عدالت و عشق به انسان‌ها رو در برابر جنگ طلبان و اشغالگران و تروریست‌ها و زورگویان عالم بلند میکرد. بدون تردید اگر حضرت عیسی امروز بود، با سیاست‌های ظالمانه نظامات اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان به مبارزه برمیخواست، همان گونه که در زندگی خود این کار رو انجام داد. راه حل مشکلات امروز بازگشت به دعوت انبیاء الهی است. راه حل بحران‌ها تبعیت از پیامبران است که فرستاده خدا و برای سعادت بشرند. امروز آرام آرام اراده عمومی ملت‌ها بر تغییر و تحول اساسی در حال شکل‌گیری است. مطالبه تغییر، مطالبه تحول، مطالبه بازگشت به اصول انسانی به سرعت به یک مطالبه عمومی ملت‌ها تبدیل می‌شود. پاسخ به این مطالبه باید حقیقی و واقعی باشد. مقدمه تحول، تحول در اهداف و نیت‌ها و جهت‌گیری هاست. اگر اهداف سلطنت‌علمانه با بسته‌بندی جدید و با ظاهر زیبا و فریبنده جدید بخواهد مجدداً بر ملت‌ها تحمیل شود،
بیداری ملت‌ها در مقابل اونها خواهد ایستاد. خوشبختانه امروز به موازات تشدید بحران‌ها و تشدید یأس‌آفرینی‌ها یک موجی از امید در حال رشد و نمو است. امید به آینده روشن، امید به برپایی عدالت، امید به صلح واقعی، امید به دستیابی به حاکمان صالح و پاک و عاشق مردم و خدمتگزار مردم، و این همون وعده الهی است. ما معتقدیم حضرت مسیح خواهد آمد به همراه فرزندی از پیامبر گرامی اسلام و جهان را به نقطه مطلوب، یعنی دنیایی سرشار از عشق و برادری و عدالت، رهنمون خواهد ساخت و مأموریت همه پیروان مسیح و پیروان ادیان ابراهیمی حرکت در این جهت، زمین سازی برای تحقق این وعده الهی و اون دوران بسیار شیرین و زیبا و دوست داشتنی است. امیدوارم اراده جمعی ملت‌ها با همگرایی در آینده نچندان دور به یکدیگر بپیوندد و با عنایت خدای متعال اون دوران درخشان بر جامعه بشری حاکم بشود. مجدداً میلاد حضرت مسیح رو به همگان تبریک میگم و سالی سرشار از دلخوشی، شادکامی، صلح و برادری را برای جامعه بشری مسئلت دارم. موفق و سربلند باشید.